خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. من همیشه همیهنان گرامی خوشحالم از اینی که روند کارها در جمهوری اسلامی طوری قرار گرفت که یکی از جنایتکاران اصلی رژیم بدون اینکه نه شعور این مسئله رو داشته باشه و نه اصولا از آدمهایی باشه که تمام مدت رژیم رو رنگ بکنه، مالکشی بکنه بر گذشته خونبار این رژیم، یه آدمی مثل احمدی نژاد در سر راه مردم ایران قرار گرفت. ما سالهای طولانی، حتی چندین دهه، الان 3 دهه از عمر نکبتبار این رژیم میگذره، 2 دهه این رژیم، 2 دهه از عمر این رژیم رو همیهنان گرامی، یعنی تقریبا 16 سال آزگار، 2 تا آدم سعی کردن از یک رژیم خونریز، جنایتکار و به شدت جانی، یک رژیم انسانی که فکر منافع مردم ایرانه، درش خشونت نیست، اگر کسی هم خشونت میکنه این نظر شخصیشه، این رژیم دارای رهبری بسیار فرزانه بوده، رهبری که معتقد به قانونه، رهبری که معتقد بود مملکت بایستی از زیر بار استثمار و استعمار خارجی در بیاد و مملکت متعلق به مردمش باشه، مردم در این مملکت پیشرفت کنن از همه زمینه ها و الاخر. اما آقای احمدی نژاد آمد، این نقشی که آقای خاتمی و آقای رفسنجانی بازی کرد همه رو یخت و عریان به مردم میهن ما نشون داد که تا چه اندازه اونها با عمر مردم ایران بازی کردن و سرنوشت مملکت ما رو با این خوشبینی های کاذب تلف کردن. 8 سال آزگار دولت سازندگی به رهبری آقای علی اکبر رفسنجانی آمد و سعی کرد که بگه ما در مملکت داریم کارهای اساسی انجام میدیم، پایه های یک اقتصاد محکم و کشوری صنعتی رو داریم میریزیم که با همه همسایه ها روابط بسیار حسنه داره و با غربی که ما معتقد بودیم به هیچ وجه نباید باش همکاری کرد، می شود همکاری کرد در چارچوب منافع ملی. این شعار آقای رفسنجانی، ولی در پس این شعار یک جانی بلفطره مثل آقای فلاحیان قرار داشت و تیم آدمکشای ایشون که اونا کار خودشون رو میکردن برای خفه کردن مردم. در ظاهرم آقای رفسنجانی سعی میکرد چهره خیلی شفاف و تمیز از رژیم نشون بده. حتی من چند بار در این برنامه هم گفتم آدمی مثل فرج سرکویی در زندان زیر شکنجه اینها بود و آقای فلاحیان و آقای رفسنجانی و بقیه اعضای هیئت دولت آقای رفسنجانی میگفتن ایشون با پاس خودش اومده رفته در آلمان، از هواپیما پیاده شده، مورد استقبال قرار گرفته و بعد از یه مدتی از آلمان رفته قزاقستان، از قزاقستان رفته قرقیزستان و مشغول گشته. یعنی همون سناریویی رو که آقای قذافی در مورد آقای امام موسی صدر پیاده کرده بود، میدونید که امام موسی صدر هم وارد لیبی شد به اتفاق همراهانش از لبنان و بعد در یک عملیات عالی معلوم نیست کشته شده یا نشده، هنوز صحبت راجبش. آقای قذافی یه نفر از مامورین امنیتی خودش رو فرستاد، 2-3 نفر رو به جای همراهان آقای امام موسی صدر، گفتن اینا وارد ایتالیا شدن و اصلا در لیبی نموندن. بعدا معلوم شد که همین سناریو رو آقای رفسنجانی و آقای فلاحیان در مورد آقای فرج سرکویی پیاده کردن، که آقای فرج سرکویی به علت اون مقالات که نوشته بود، به علت اون کارهای فرهنگی که کرده بود، نه سیاسی فرهنگی، چون فرج سرکویی آدم سیاسی نبود و خودش هم همیشه میگه،
ایشون از ایران خارج شده، رفته آلمان و الان هم در حال گشت و گذاره. چه زمانی این حرفو میزدن؟ زمانی که آقای فرج سرکوهی در زندان زیر شکنجه وحشیانه همین عوامل وزارت اطلاعات و دولت آقای رفسنجانی بود. در به اصطلاح اون زمان ایران فقط یک روزنامه بود، اونم روزنامه سلام بود که بعضی وقتا اظهار وجودی میکرد، بعضی وقتا تو یه ستونی داشت که به اصطلاح خواننده ها اظهار نظر میکردن، اون ستون رو بدون سانسور میذاشت بعضی وقتا، نه همیشه، و اینا اونو طاقت نیاوردن و هی فشار رو روی آقای خوئینی ها که از خودشون بود، از دوستای صمیمی آقای رفسنجانی بود، زیادتر و زیادتر کردن، طوری که ایشون خودسانسوری میکرد. و همین آقای عباس عبدی که در زمان اشغال سفارت آمریکا جز رهبران اتحادیه به اصطلاح دانشجویان خط امام بود و آقای عباس امیر انتظام به درستی در مورد او نوشته خشنترین چهرهی که من در اونجا دیدم همین عباس، همین آقای عبدی بود و کسی بود که با خشونت با آقای انتظام رفتار میکرد. و این جالبه که این آقایون به اصطلاح خط دانشجویان خط امام که میدونید اومدن این کاغذهایی که سفارت آخرین روزها اینا اومدن اسناد سفارت و کارمندان سفارت آمریکا ریختن تو اون دستگاه ریزیت کردن، اینا رو یک سال مداوم یک عده زیادی از وزارت اطلاعات جمهوری اینا گفتن نخیر فقط دانشجو، اینا رو چیدن بغل هم دیگه، هر کجا که اسم آخوندا بود، اسم ملاها بود که با سفارت ارتباط داشت، اینا رو همه رو ریختن کنار. بعد ابزاری شروع کردن از اینا استفاده کردن، شروع کردن اسامی یه دری که میخواستن گذاشتن قاطی، اینا چندین جلد کتاب چاپ کردن. و یکی از این کسانی که در این جریانات خیلی نقش داشت همین آقای عبدی بود، خانم حقیقت‌جو، همین که الان در خارج از کشور کنفرانس در واشنگتن گذاشتن، و خیلی کسان دیگه. اینا کسانی بودن که با رژیم همکاری کردن و در خیلی از جریانات هم دخالت کردن و در خیلی از در ایجاد خیلی از مؤسسات سرکوب مردم ایران سهم داشتن، ولی حالا که اومدن به عنوان اپوزیسیون در خارج از کشور کوچکترین آگاهی به ما نمیدن. یه اشاراتی راجع به سال 67 میکنن، آقای گنجی کرده یه چیزایی رو که خب ما هم میدونستیم فاش میکنن، ولی اصولی به اون چیزایی که باید اشاره کنن نمیکنن. من در یه برنامه دیگه گفتم هیچ کدوم اینا نمیگن آقا این فعالیت‌های جمهوری اسلامی فعالیت‌های ساخت بمب اتمیه یا نه. شما شنیدید در چیزی؟ من نشنیدم، نه از آقای سازگارا، نه از آقای گنجی و نه از هیچ کدوم از اینا که آمدن بیرون، تندروهاشون که اینا، خانم فاطمه حقیقت‌جو، آقای نمیدونم مهاجرانی و آقای کدیبر، اینا که اصلا صحبت شو نکنیم، اینا که هیچی، ولی اینا که تندروتر از همه هستن، اگر شما بگید یک بار اینا اشاره کردن که آقا این قتل‌های زنجیره‌ای چی بود، اصولا آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی و آقای فلاحیان و بسیاری از این جانی ها آیا در این قتل‌های زنجیره‌ای سهم داشتن یا نداشتن؟ کی فتوا صادر میکرد که برین آدم ها رو بکشین؟ اصولا اینا این برنامه های شنودشون چگونه بود؟ به این کارا نمیپردازن، فقط کلی گویی که بله این رژیم منافع مر... اینا رو ما از شما بیشتر آشناییم. اگر شما 15 سال اینا رو اونم به کمک اپوزیسیون خارجی، ما با قول شما ضد انقلاب، ما بودیم که آقای گنجی راجب شما اعتصاب قضاتون بله هایی که سرتون آوردن از سلطنت طلب گرفته تا بیطرف و تا ملی و چپ دائم در مورد شما افشاگری کردیم، همم در همین رادیو تلویزیون های ضد انقلابی با قول شما و زیر پرچم شیر خورشید با قول شما که همیشه میگی این سلطنت طلبایی که پرچم شیر خورشید دارن و ننگ دارید باشید بغل پرچم شیر خورشید، حالا هم که اومدید خارج از کشور اینجا خط میکشید شما شیر خورشید دارید نه قاطی ما، در تظاهرات واشنگتن دیدیم هیچ کدوم اینا اشاره نمیکنه اصلا. ما نفهمیدیم پرویز دوانی، شریف، مجید شریف و بسیاری 80 نفر در قتل‌های زنجیره‌ای
به وسیله عوامل رژیم جمهوری اسلامی کشته شدن. هیچ کس راجع به ریز این جریانات صحبت نمی کنه. کلیگویی چرا؟ آقای جنجی خیلی کلیگویی کرده. نمیدونم مرد خاکستری پوش، مرد نمیدونم قرمز پوش، اینا رو از این. حالا اون موقعی تو ایران بود این حرفا رو میزد، حالا که دیگه در خارج اصلا صحبتی نمیکنه. حالا بیشتر وقتشون رو برای کوبیدن ماها گذاشتن، نه جمهوری اسلامی. تازه اگرم چیزی مینویسن سعی میکنن اینقدر اینا رو اینور اونور کنن و رقیق کنن که سهم جمهوری اسلامی کم رنگ، سهم بقول اینا ضد انقلاب یعنی ماها، او تا دلتون بخواد طولانی. حالا آقای مصطفی پور محمدی، یکی از اون جانیای معروف، معاون وزارت اطلاعات بوده، یه موقع وزیر اطلاعات شد، وزیر کشور شده در زمان احمدی نژاد، و یه زمانی هم که از وزارت اطلاعات به قول خودش این مرد جانی کثیف رو بیرون کردن، رفته تو دفتر رهبری جا خوش کرده و اطلاعات موازی درست کرده. همین آقای مصطفی پور محمدی. گفتم برای شما این جانی ها یا در کارن، یا اگرم یه جایی بنا به مصلحت جا به جا بشن میرن تو دفتر مقام معظم روزخان بزرگ، یه مدتی تو آب نمک بخوابوننش، دوباره اینا رو میارن. ایشون اومده با روزنامه مشرق یه مصاحبه کرده و در این مصاحبه مسابقه گذاشتن. چرا؟ برای اینکه الان احمدی نژاد به قدری جنایت کرده، یعنی رئیس اصلی احمدی نژاد، رئیس روزخانها، اینقدر دستش به خون مردم ایران آغشته شده که حالا سعی میکنن در این جنایاتی کردن شریک جرم برای خودشون درست کنن و به مردم بگن، بگن آقا این آقای موسوی، این آقای کروبی، این آقایونی که الان آمدن و اصلاحات چی شدن و نمیدونم به قول روزنامه های ایران و خیلی از این اپوزیسیون خارج از کشور، آقای موسوی وقتی که به دختراش میگه بریم فلان کتاب رو بخونین، اون کتاب نایاب میشه در سراسر ایران و میخوان قدرت این آقای کروبی، آقای موسوی رو به رخ ما بکشن. رژیم همه چی تو آسینش داره. حالا نمیخوام بگم آقای موسوی و آقای کروبی با اینا، نه، خب تو این مدت واقعا خوب مقاومت کردن، اما راجع به گذشتهشون خیلی حرف هست. حالا این پور محمدی و این جیانی ها مثل مثلا آقای حسینیان، مثل احمدی نژاد و مثل خیلی کسای دیگه دارن پرونده های اینا رو رو میکنن که آقا این آقایونی که حالا اومدن شدن رهبر ملت و دارن ادای آزادی خواه در میارن، اینا خودشون در این جریانات کشتارهای ایران سهم داشتن. یکی دو بارم گفتن، گفتن آقا این آقای موسوی در زمان نخست وزیریش قتل‌های سال 67 اتفاق افتاد. همین روزنامه کیهان نوشته، هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه ایشون. یه زمانی بود همین آقای حسین شریعت‌مداری در کیهان مصادره شده تهران برداشت نوشت آقایون اصلاحات شو اینقدر تون نری با هم بریم، شما یادتون رفته چقدر کشتار می‌کردین که ما به جو شماها می‌گفتیم آقا کمتر کشتار کنیم، حالا دیگه همتون دستا رو بشتی شستید و قشنگ شدید آزادی خواه. میدونید که آقای موسوی تبریزی، اون جانی که دادگاه معروف سینما رکس رو در آبادان رئیسش بود، کسی که طرفداران مرحوم شریعت مداری رو در دادگاه های 2 دقیقه‌ای در تبریز، 2 دقیقه حدود 500 نفر رو اعدام کرد، حالا شده یکی از آزادی خواهان طرفدار آقای کروبی و موسوی. آقای قفاری، هادی قفاری، اون جانی که بعد از کشته شدن آقای بهشتی مسلسل و برداشت رفت تو زندان قصر و تو زندان کرج عده زیادی از مجاهدین و چپ‌ها رو درو کرد، ایشون شده جزو طرفداران اصلاحات. آقای خلخالی هم شده بود. حالا آقای نور پور محمدی نوشته که آقا در این جریان قتل‌های زنجیره‌ای این جناح چپ و اصلاحاتچی ها بودن که دست به این جنایت ها میذارن و پرویز دوانی و نمیدونم مجید شریف و پروهر و عده زیادی از اینا رو کشتن، ماها نبودیم. آقای مصطفی تاج‌زاده که در زندان معاون وزارت کشور در زمان آقای خاتمی بوده، ایشون عصبانی شده که اینا رو نگاه کن آدم کشتن، درسته ایشون نگفته، من میگم
درسته بعضی جاها ما هم همکاری کردیم، ولی حالا نه، همه رو تقصیر ما میندازن. بعد شروع کرده سوال کردن. سوالا رو گوش کنید. این نوشته این سخنان پور محمدی با واکنش مصطفی تاج‌زاده روبرو شد. معاون سیاسی و امنیتی وزارت کشور در زمان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای با انتشار نامه‌ای تأکید کرده است که در سال‌های گذشته علاقه به باز کردن این پرونده نداشته. راست میگه، برای اینکه پای خودش هم روز وسط بوده، پای ساتیا هم وسط بوده، زیرا آنچه را بیش از هر چیز مهم میدانستم مقابله عملی با آن انحراف بزرگ در جمهوری اسلامی بود و خدای را سپاسگزارم که با اقدام تاریخی آقای خاتمی و پذیرش علنی مسئولیت آن قتل‌ها توسط وزارت اطلاعات، اگرچه توسط عده معدود و وابسته به مافیای قدرت، پرونده قتل‌های زنجیره‌ای برای همیشه بسته شد و چون رازی سر به مهر ماند، پس از آن دیگر کسی جرأت نکرد مملکتو و نتوانست با گرفتن احکام غیابی منتقدان یا مخالفان را به مرگ محکوم کند و حکم صادره را در نهایت پنهانکاری از چشم مردم اجرا نماید. حالا آقای تاج‌زاده خواستار اون شده که آقای پور محمدی درباره مسائلی، چون سال آغاز قتل‌های زنجیره‌ای آمران این قضیه، افرادی که احکام مرگ را به فلاحیان و سعید امامی می‌دادند، تعداد قربانیان، دلایل عدم رسیدگی قوه قضاییه به پرونده قتل پرویز دوانی و مجید شریف و نظر پور محمدی درباره سعید امامی و مقتولان پاسخ داد. تازه آقای تاج‌زاده همین هنانی گرامی یادش افتاده که از اینا سوال بکنه که اینا رو کی کشته. آقای تاج‌زاده اگه راست میگه اسم ببر، چرا از پور محمدی سوال میکنی؟ تو نمیدونی کسی که قطعه رو صادر کرد حکمشو آقای خامنه‌ای نبود؟ تو خیال میکنی که مردم، گفتم براتون یه دفعه یه مطلب، یه نفر رسید گفت آقا شما راجع به قطعه‌های زنجیره‌ای چی میدونی؟ اون طرف گفتش که والا آقا من هیچی نمیدونم، اینقدر این پرونده آشفته است که نمیفهمم چیه، ولی یه درخواست دارم از خداوند متعال، امیدوارم که هر کس در این جریان سهم عمده داشته و عامل اصلی بوده، دست چپش هم مثل دست راستش فلج بشه. این جوک شده بود، یعنی همه میدونستن کیه. شما نمیدونی آقای تاج‌زاده؟ چرا از آقای پور محمدی سوال میکنی؟ چرا خودت نمیگی؟ یک نفر از شما نیومدین بگین سال 67 این جنایت ها رو کی دستور داد؟ ما که میدونیم کی دستور داد، اما چه کسایی که الان اومدن تو دولت دست و پا رو شستن و این جنایت ها رو انجام دادن، به جز چند نفری که ما میشناسیم بقیه رو چرا لو نمیدی؟ چرا نمیگین قتل های زنجیره ای چی شد؟ نتیجه چی بود؟ چه کسی عامل اصلی بود؟ اونو که ما میدونیم. چه کسایی این برنامه رو اجرا کردن؟ بعد از به اصطلاح آقای رهبر، رئیس روزخان ها، چه کسانی سهم عمده ای داشتن؟ چرا اسم نمیبری؟ چرا هنوز قراردادی که با آمریکایی‌ها سر گروگان‌ها بستید فاش نمی‌کنید؟ نمی‌گی چقدر منافع ملی ایران رو زیر پا له کردید؟ 14 میلیون یا 12 میلیارد دلار پول‌های ایران در آمریکا بلوکه شد. چی بود اون قرارداد؟ چرا هیچ اسم نمی‌برید؟ حالا یکی یکی سراغ این قطار گرفتن، دارن خودشون رو می‌خوان تبرئه کنن. آقای نوریزاد یه نامه دیگه نوشته، آقای تاج‌زاده اشاره کرده، آقای نمینی سلیم یه جور دیگه اشاره کرده، هر کدوم اینا شروع کردن افشاگری راجع به قتل‌ها رو گردن دیگری انداختن، خودشون رو مبرا از این جنایت ها. ولی مردم ما که میدونه همین الان گرم ببینید کار به کجا رسیده. مجلس شورای، یعنی همون طویله شورای اسلامی، آمدن لایحه بودجه احمدی نژاد رو رسیدگی کردن. آقای توکلی و نادران و مصباحی مقدم که جز مخالفین اصلی هستن، گفتن آقا این نه علمیه این بودجه، نه منطقیه،
و نه حساب و کتابی داره، یه چیز مخشوش آورده این به اسم بودجه. نماینده های مجلس تو کمیسیون بررسی بودجه اینو رد کردن و گفتن اصلا این قابل پذیرش نیست، یه بودجه شلوغ پلوغ اصلا معلومی چیه. ارز رو چقدر قیمت گذاشتن برابری ریال و با ارزهای جهانی، منابع درآمد رو کجاست، خرج چقدر، هیچ کدوم اینا درست نیست. و مجلس گفت ما در برابر این بیقانونی احمدی نژاد، گفتن رئیس مجلس آقای سردار علی لاریجانی نامه نوشته به رئیس روزخانه، رئیس روزخانه پیغام داده خفه، و امروز آقای لاریجانی با خوشحالی گفتن مقام معظم رهبری گفتن که بیشتر اینو مسئله رو کش ندیم. تموم شد، تموم شد. مملکت آقا امام زمان، اون طرف رئیس روزخانه خودش شده آقا امام زمان، اون بالا نشسته دستور همه کاری رو میده، دستور همه کار، ولی در داخل شیر، در خارج موش. یادتونه گفتن ما پیشنهاد کردیم که در استانبول جلسه برگزار نشه در مورد مسائل اتمی، حالا امشب دکتر دانش راجع به این موضوع توضیح میده. ما گفتیم بغداد یا بیروت یا دمشق، حالا امروز خانم اشتون اعلام کرده بله در استانبول. بعد آقایون به این نتیجه، خیلی هاشون دارن یواش یواش این موضوع رو اعلام میکنن که ایران حاضره یه گذشتهایی هم بکنه در این مورد. و روزهای آینده میبینیم هم میانانی گره. من به شما قول میدم اینا چهار تا پورت میکنن و نمیخوان خودشون از تنگنا بندازن، در حال عقب نشینی هن، چون موقعیتشون به خطر افتاده. پیشبینی میکنن از اقتصاددانهای خودشون در یکی دو ماه آینده تا 40%، بین 20-40% گرانی اضافه میشه، اجناس 20-40% میره بالاتر از این چیزی که الان هست. الان تورم در حدود 30 خورده‌ایه، اینا میگن 26 خورده‌ای، و بنابر روایتی تا 40 هم رسیده. ببینید اون مردم باید چجوری زندگی کنند. همین الان گرفت. حالا یه فیلمی امروز من دیدم از بی بی سی، همین الان گرفت، خیلی جالب بود. در توضیح نوشته بسیاری آمریکا را کشور فرصت‌های طلایی و شروع دوباره زندگی می‌نامند. حالا این فرصت نصیب سگ‌های ایرانی شده. یک گروه مدافع حقوق حیوانات در آمریکا، یعنی ایرانی‌های طرفدار حیوانات، برای نجات سگ‌های ولگرد ایرانی دست به کار شدند و این سگ‌های بیچاره‌ای که سگ‌ها، حیوانات هم از دست این رژیم در امان نیستن، اینا رو به آمریکا فرستادن. این فیلم جالب بود، ببینید این فیلم. پناهگاه وفا در بیابان‌های هشتگرد کرج، یکی از معدود مکان‌هایی که در ایران توسط گروهی از طرفداران حیوانات برای نگهداری از سگ‌ها ایجاد شده. سگ‌هایی که طرف بی‌مهری برخی از شهروندان و مسئولان دولتی هستند. تصور اینکه این سگ‌ها بتوانند جایی بهتر از این پناهگاه برای زندگی پیدا کنند دشوار است. فرودگاه سان فرانسیسکو، ساعت 12 ظهر یک روز دوشنبه. ما الان اینجا منتظریم که دلناز و دلبند از تهران از طریق فرانکفورت دارن وارد میشن. بزودی دلناز و دلبند دو تور سگن که چندی پیش به مسئولان پناهگاه هشتگرد کرج تحویل داده شده بودند. فرانک با کمک دوستانش موفق شده دو خانواده آمریکایی را متقاعد کند تا سرپرستی آنها را بر عهده بگیرند. من معمولا یه مقدار غذا میارم، غذای خونگی، پلو مرغ و سبزیجات. معمولا ماست میارم چون بچه‌ها دوست دارن ماست بخورن از ایران. مسافر داوطلبی که پذیرفته تا سگ‌ها را با خود بیاورد بالاخره از راه میرسد. این تجربه با اینا چطور بود؟ عالی. دست درد نکنه. توره ها اول کمی خجالتی هستن. ولی بعد از چند ثانیه با فضای جدید کنار میاد. بعد از خوردن یک غذای خانگی و آشنایی با استقبال کنندگان وقت رفتن به خانه.
آمریکا. این دوتا در خیابون شریعتی و معلم تو تهران یه گوشه‌ای پیدا شده بودن بدون مادرشون، طوله یه ماهه بودن و کک و کنه گرفته بود تمام بدنشونو. عشق و علاقه این هواداران حیوانات سبب شده که تاکنون آنها حدود 40 سگ را به آمریکا منتقل کنند. یکی از آنها وفا نام دارد که یک خانواده ایرانی مقیم سان فرانسیسکو سرپرستی آن را بر عهده گرفته است. یه جورایی بوی وطن میده. بیا وفا. بعدا فهمیدیم کلک میخواد. اما امروز فرانک قصد دارد تا از یکی دیگر از سگهای ایرانی دیدن کند که توسط یک خانواده آمریکایی نگهداری میشود. دلم برای تنگ شده بود پسرم. لیا توی آمول یه آقای آلمانی توی کارخونه که کار میکردن سگی حامله بوده، بعد پاپیاش که به دنیا میاد اینا از این مقواها اینا درست میکنن و اینا رو اونجا نگه میدارن، بعد تماس میگیرن با وفا که ما نمیدونستیم به کی تماس بگیریم، شنیدیم شما یه دونه پناهگاه دارین، اینا رو نجات بدین اگه میشه. Still growing, isn't he? شری صاحب لیو میگوید از اینکه تصمیم گرفته سرپرستی این سگ ایرانی را قبول کند بسیار راضی است. لیو خیلی پر انرژیه، اون عاشق آدم هاست، عاشق آدم ها، عاشق آدم ها و البته عاشق کسی که باعث شده تا او از پناهگاهی در بیابانهای کرج به خانه گرمی در آمریکا منتقل شود. محمد رضا کاظمی، سان فرانسیسکو، آمریکا. خب همینان گرامی، این فیلمو من پخش کردم. اگه کسانی در تهران علاقمند هستن که به حیوانات کمک کنن، کمک کنن از نظر غذایی به این آقای وفا که این به اصطلاح حیوانات رو جمع میکنه. و چی بگم، من نمیدونم اصلا در تعریف و تفسیر این فیلم چی بگم. من فقط اینقدر متاثر شدم گفتم لااقل این رو پخش بکنیم، چون نمیدونم راجبش چی بگم، راجب سرنوشت چه چیزایی راجب ایران من صحبت کنم، راجب دانشجوها صحبت کنم، راجب زنان میهنمون صحبت کنم، راجب زندانها و زندانیانی که در این زندانها در حال پوسیدنن، معلولشون کرده این رژیم، در مورد حیوانات، در مورد پرندگان، در چه موردی، در مورد ارزانی، در مورد گرانی، در مورد سبوعیت این رژیم. نمیدونم چی بگم همینان گرام، ولی اینقدر میدونم که این دروغگوها، این شالاتانها، این دوستها وقتی که موقعیتشون به خطر میفته چگونه زیر تمام تعهداتشون میزنن، اون هردارم بردارم که میکردن. این آقای سردار قوچلی، اون آقای فیروزآبادی 500 کیلویه، گفته ما اسرائیل شخ میزنیم. راست میگه، جای گاو ببندنش شخ میزنه. گفته ما اسرائیل شخ میزنیم. بعد صحبت میکنم با دکتر مصطفی دانش عزیز، ژورنالیست بسیار معتبر ایرانی، همینان گرامی که همه شما با تفسیراش آشنا هستید. دکتر دانش مطلبی رو خونده راجع به مسافرت آقای دکتر ولایتی برای من تعریف کرد. دکتر دانش خیلی جالب بود، خواهش کردم که امشب شروع صحبتمون راجع به این جریان چیه. دکتر دانش سلام. سلام آقای وجی. جریان چیه؟ ببینید، من قبل از اینکه به استودیو بیام در واقع روزنامه دی ولت آلمان رو میخوندم. خبری که امروز روزنامه روز آلمان دی ولت داده و جالبه، به خاطر در واقع مذاکرات پشت پرده با آمریکا در رابطه با برنامه اتمی ایران، دی ولت اطلاع میده، امروز اطلاع داده که آقای خامنه‌ای مشاور خودش و مشاور ویژه خودش و آقای علی اکبر ولایتی رو به آمریکا فرستاده. بینندگان، قبل از اینکه در رابطه با این صحبت بکنیم که آیا واقعا آقای ولایتی به آمریکا آمده یا نه، باید به این مطلب اشاره بکنیم. اگه این خبر درست باشه و دی ولت خبر رو درست داده باشه، باید از آمریکا می الان خواست که این شخص رو دستگیر بکنه و تحویل دولت آلمان بده. اگه یادتون باشه، چون تو پرونده میکنوسه، پرونده میکنوسه و در زمانی که در سال 1997 دادگاه آلمان در واقع رهبران جمهوری اسلامی رو
به عنوان تروریست های دولتی محکوم کرد، من جمله علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه اون زمان بود. میدونین در سال 1992 رهبران حزب دموکراتیک کردستان در برلین در رستوران مکنوس توسط رژیم ایران به قتل میرسن و نام 4 رهبر ایران در حکم دادگاه، خیلی مهمه، شخص خامنه ای به عنوان رئیس تروریست های دولتی، بعدن آقای رفسنجانی که رئیس جمهور آقای خامنه ای بود، علی اکبر ولایتی که وزیر امور خارجه بود در سال 1992 و علی فلاحیان، این جانی معروفی که در زندان های ایران عده زیادی رو خودش شخصا به قتل رسونده. یعنی در واقع اگه خبر دیولت امروز درست باشه، که معمولا درسته، که معمولا میدونه روزنامه آلمانی خبر رو همینطوری نمیدن، اگه این خبر دیولت درست باشه، باید از همین میکروفون امشب از دولت آمریکا خواست، از کاخ سفید خواست که شخص علی اکبر ولایتی به عنوان تروریست بین‌المللی و تروریست دولتی که در یک دادگاه رسمی محکوم شده، باید دستگیر بشه و تحویل دولت آلمان داده بشه. و هم اکنون در واقع اینترپل دنبال این شخصه، دنبال این 4 نفره. ولی علی اکبر ولایتی اگه واقعا تا به حال در این چندین سال اخیر از سال 1997 به تا به حال علی اکبر ولایتی جرأت نمی‌کرد از ایران خارج بشه، به خصوص به کشورهای اروپایی بیاد. اگه واقعا چنین تضمینی بهش داده شده و دولت آمریکا چنین تضمینی بهش داده شده، این معیار اون خواهد بود که چقدر دولت آمریکا و کشورهای غربی در واقع تضمین میکنن حقوق بشر رو، متعهد به حقوق بشرن. باید اینو به صراحت گفت به نظر من. اگه در واقع یک تضمینی داده شده به علی اکبر ولایتی و آقای خامنه ای که نماینده ویژه خودشو یا مشاور ویژه خودشو با آمریکا برای مذاکره بفرسته، باید از آمریکا خواست که در واقع شما باید معیارهای جهانی رو در رابطه با حقوق بشر بهش احترام بذارین، احترام بذارین و این شخص رو دستگیر بکنین. و من از این تریبون شما آقای فرجی، از این تریبون تلویزیون ایرانی امشب اینو میخوام که به اطلاع برسونم، اگر این خبر درست باشه که واقعا علی اکبر ولایتی در آمریکا باشه. ببینید دکتر دانش، من به یه موضوع دیگه شو. هم در کره جنوبی یادتونه که چندی قبل یه جلسه مهمی بود که آقای اوباما و خیلی در سئول تشکیل شد. بعد همزمان با این یه جلسه دیگه بود در بغداد که کنفرانس سران کشورهای عربی. آقای عمرالبشیر یادتونه که آمد در این جلسه شرکت، کسی که دادگاه بین‌المللی لاهه ایشون رو به عنوان ناقض درجه یک حقوق بشر یه جهانی که عده زیادی رو در جنوب سودان کشته آوردن. و این جالب که آقای بانکیمان اومد نشست نزدیک ایشون در همون جلسه. و جالب این که در بغداد چنین اتفاقی میافته. ببینین عمرالبشیر تا به حال چندین بار به ایران جمهوری اسلامی سفر کرده، خب در کنار تروریست‌های دولتی قرار گرفته، در کنار آقای خامنه‌ای دیگران بوده، در کنار آقای احمدی نژاد بوده، ولی این شخص به بغداد میره و در کنار الملکی قرار میگیره و در واقع کنفرانس اتحادیه عرب، اتحادیه عرب که امروز در سوریه بسیار فعاله و خواهان اینه که بشار اسد سقوط بکنه، در واقع در اونجا شرکت میکنه و دولت الملکی، دولتی که توسط و با حمایت آمریکا به قدرت رسیده، توسط ارتش آمریکا در واقع به قدرت رسیده، هیچ اقدامی در دستگیری این شخص نمیکنه. این علامت سواله. ببینید به نظر من باید به شفافیت، آقای فرجی من اینو میخوام یک بار دیگه بگم، اگه در واقع مسئله حقوق بشر در ایران اهمیت نداره و مسئله اتمی فقط اهمیت داره و این خبری که امروز دیول داده، من در این موردم خواهانم که صحبت بکنم، اگه در واقع این خبر درست باشه و پشت برده داره سازشی انجام میشه و حقوق بشر در ایران و صدها هزار قربانی، ده ها هزار قربانی که در ایران داده شده به خاطر آزادی و دموکراسی، این داره نابود میشه، باید از آقای اوباما و کاخ سفید خواست که چرا چنین تضمین رو میدن به آقای ولایتی که به کشور آمریکا سفر بکنه. یک بار دیگه اینو تاکید میکنم، اگه خبر روزنامه دیولت آلمان درست باشه. ببینید دکتر دانش، من یه چیزی براتون بگم، ما بارها از زبان سیاستمدارای آمریکایی مخصوصا در همین یکی دو سال از زبان آقای اوباما هم شنیدیم که بیشتر تاکید رو مسائل اتمی ایران بوده تا مسائل مربوط به حقوق بشر. درسته که خانم کلینتون و بعضی از به اصطلاح اعضای دولت آمریکا روی این مسئله هم تاکید میکنن که حقوق بشر باید اینطوری باشه، اینطوری باشه، اینطوری باشه، ولی واقعیت چه بخوام، خود جمهوری اسلامی هم بارهایی به این موضوع اشاره کرده که اگر ما بخوایم به غرب رو بدیم و سر مسئله نفت عقب نشینی، سر مسئله اتم عقب نشینی بکنیم، درخواستای اینا فردا بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، بعد راجع به رفتار ما با مخالفین، این عین گفته جمهوری اسلامیه.
با مخالفین مسئله حقوق بشر، همه اینا رو مطرح کرده. بنابراین به عقیده من جمهوری اسلامی تا پایان این راه اومده و سعی میکنه به اون مرحله که به عقیده من رسیده، به اون مرحله برسه که کاری بکنه که اینا فقط راضی بشن، غرب و آمریکا و اسرائیل همشون راضی بشن که آقا در این جریان صحبتهایی که میکنه مسئله اتمی رو بذارن کنار، به مسائل حقوق بشر اینا کاری نداشته باشه. ببینید همین گزارش یه بدرستی شما اشاره کردید، همین گزارشی که دی ولت روزنامه آلمانی امروز داده، میگه آقای فریدون عباسی رئیس انرژی اتمی ایران امروز یک بحثی کرده، یک مصاحبه کرده با تلویزیون دولتی ایران و در این مصاحبه حتی اشاره کرده و پیشنهاداتی کرده که شاید سایت فردو رو در قم هم اینو ببندن. حتی گفته میشه که شاید خامنه ای هم موافقه که سایت فردو بسته بشه و آقای فریدون عباسی صحبت از این میکنه، ما تا زمانی که احتیاج داریم اورانیوم را غنی میکنیم، 20% را غنی میکنیم ولی به زودی قطع میکنیم. و گفته میشه و اون چنین اشاره کرده که ما فقط اورانیوم را تا 33.5% در آینده غنی خواهیم کرد، یعنی به خاطر انرژی اتمی در ایران. پس بنابراین اگه واقعا این اخبار درست باشه که من معتقدم درسته، از وحشتی که جمهوری اسلامی از دو طریق در واقع وحشت داره، یکی جنگی که ممکنه برای جمهوری اسلامی به وجود بیاد و این جنگ در نتیجه این خواهد بود که جمهوری اسلامی ساقط خواهد شد، در این مورد شکی نیست، و دوم تحریم‌های وحشتناکی که وجود داره و در واقع تیشه به ریشه اقتصاد ایران خورده و اقتصاد ایران، کشتی اقتصاد ایران به زمین نشسته. به این دو دلیل در واقع جمهوری اسلامی خواهان مماشاته. و علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران همین امروز گفته که در مذاکرات 5+1 با ایران با جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه اتمی، ما به قدری پیش خواهیم رفت، تا آنجایی پیش خواهیم رفت، تا مرزی پیش خواهیم رفت که هر دو طرف برد داشته باشن، یعنی پیروز باشن. این در واقع داره پشت جریان مطالبی میگذره. و من یک بار دیگه اشاره میکنم که در واقع کاملا شما درست میگین، اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد در رابطه با سیاست اتمیش، من همیشه اینو گفتم، عقب نشینی خواهد کرد، برای که وحشت از تحریم‌ها داره. ولی این تعهد هم میگیره که اینا دیگه راجب اونا راجب راجب حقوق بشر و در واقع اینی که رژیم ایران نباید در واقع این سیاست ادامه بده در مورد صحبت نقض و حقوق بشر، همونطوری که شما هم در صحبتتون گفتین، زیر پا گذاشته میشه. ولی مسئله اتمی، برنامه اتمی قطع خواهد شد. دکتر دانش، من همیشه بحثم در این تلویزیون و برنامه‌ها این بوده و حالا هم دارم اشاره میکنم، ما الان در شرط خارج از کشور اولا باید کاری بکنیم که این مسئله حقوق بشر در میهنمون یک آن از نظر کشورهای غربی مخفی نمونه. اینا چطوری در مورد سوریه شب و روز دارن گزارش میدن؟ جنایت‌های یه طرف رو میگن، جنایت‌های اون طرف رو نمیگن. ولی در مورد ایران اینا بیشترین، من از اول برنامه هم همیشه اگر دقت کردم دارم، همه رو من آرشیو کردم، همیشه رو این تاکید کردم که آقا مسئله اتمی در درجه اهمیت دوم برای ملت ما قرار داره. مسئله اول مسئله جنایاتیه که این رژیم در مورد همیهنان ما میکنه، جنایاتی که در دنیا سابقه نداشته همچی چیزایی. حالا شما وقتی که این نامه های نوریزاد و نمیدونم دیگران رو اینا که افتادن به جون هم دیگه میخوانید، تعجب میکنید از این همه سبوییت که در این مملکت انجام شده. هزاران زن همیهن ما بی سیرت شدن، شکنجه شدن، معلول شدن، فراریشون کردن یا کشته شدن، و هزاران مرد شریف. آخه نمیشه اینا رو در نظر نگیره فقط رفت رو مسائل اتم و نمیدونم اینی که ایران اگر اتمی بشه خطرناکه. بعدم آقای دکتر دانش، من اینو بارها گفتم، ببینید الان رژیم به این نتیجه رسید، اون روز هم از شما سوال کردم و شما هم تایید کردید، رژیم به این نتیجه رسید که آقا 5+1 اینا همش مزخرفه، یعنی آلمان و فرانسه و نمیدونم اینا نقشی ندارن، نقش اول آمریکا داره. آقای رفسنجانی بی خودی نیومده تو این جریانات یه تلقی یاد مرحوم نمیدونم امام کبیرشون بیفتن و بنویسه که بنده گفتم آقا قدرت برتر تو دنیا آمریکاست و بنابراین ما نمیتونیم آمریکا رو ندیده بگیریم، باید بریم سمت آمریکا. یعنی داره اون خط چه میدونم الان آقای رئیس روزخانه به این نتیجه رسیده که آقا باید تمام کوشششو هم مقامشو بذاره بر سر این مسئله که بیاد با خود آمریکا توافق بکنه. تمام کوشش اینه که موجودیت نظام حفظ بشه. بله. یعنی اون چیزی که رفسنجانی میخواد
موجودیت نظام. اون میخواد نظام جمهوریت بشه و رئیس روزخانان به قول شما آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسیده که در شرایط ایران تنها کسی که مسئولیت داره و خطر بزرگ اونو تهدید میکنه خود خامنه‌ای است. یعنی صحبت‌های رفسنجانی بی خود صحبت نکرده در این هفته های گذشته خامنه. در این رابطه که با به خمینی نوشته که باید با آمریکا مذاکره کنه. هفته میگه موضوع رو گفتم ولی هفته شش کنون نمیگه فقط همین اینو مطرح میکنه. یعنی در واقع رفسنجانی داره هشدار میده به خامنه‌ای، داره اخطار میده که مسئولیت تمام خطراتی که داره به وجود میاد شخص توی و اینه که در واقع خامنه‌ای قدم گذاشته به عقب، داره عقب نشینی میکنه و اینکه در واقع نماینده خودشو، نماینده ویژه خودشو یا مشاور ویژه خودشو، کسی که در دادگاه مکنوت به عنوان تروریست جهانی معرفی شده به آمریکا میفرسته، این در این رابطه است که به درستی شما میگین که با آمریکا کنار بیاد مذاکره بکنه و بخوان مسئله اتمی رو به طریقی با هم کنار بیان. ولی مشکل اصلی مردم ایران همونطوری که شما به درستی گفتین آقای فرجی، مسئله حقوق بشره، مسئله آزادی و دموکراسی است. اگه آمریکا در واقع در منطقه آزادی و دموکراسی نمیخواد، مردم ایران اینو میخوان. ببینید خانم کلینتون چند روز پیش در ریاض بوده، در پایتخت عربستان سعودی بوده، صحبت از سپر موشکی به نفع عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس میکنه. خانم کلینتون میدونه که بزرگترین در واقع جفایی که میشه به زنان عربستان سعودی، زنان عربستان سعودی حتی حق باز کردن حساب بانکی ندارن. توجه بکنین، یک زن عربستان سعودی حق نداره بدون اجازه مرد حساب بانکی باز بکنه. رانندگی همیشه قیوم باید داشته باشه. یعنی در واقع یک چنین پشتیبانی و حمایتی از عربستان سعودی میشه. عربستان سعودی همانقدر خطرناکه در منطقه که جمهوری اسلامی خطرناکه، در واقع استبدادی که در اونجا وجود داره، منتها با پول بیشتر، با جمعیت کمتر، با 20 میلیون جمعیت 350 میلیارد دلار پولی که داره در تمام جهان عربی و بهار عربی داره نفوذ میکنه، منحرف میکنه، اخوان المسلمین دارن در رأس قرار میگیرن با پول عربستان سعودی، با پول کشور قطر و همکاری ترکیه داره چنین اوضاعی در منطقه به وجود میاد. بنابراین باید حساب مردم ایران رو جدا کرد. به نظر من اون چیزی که مردم ایران میخوان آزادی و دموکراسی است، نهادین کردن دموکراسی در ایرانه و در واقع در این را باید آمریکا و کاخ سفید قدم برداره و هر گونه مماشاتی در رابطه با حقوق بشر با رژیم جمهوری اسلامی مورد قبول مردم ایران نخواهد بود. اینو باید با تمام شفافیت به نظر من بگیم. ما ببینید دوست دانشمن، اعتقاد دارم که ما یک تکلیف بزرگی که به گردن اون هست، یعنی ایرانیای خارج از کشور در درجه اول و ایرانیایی که در داخل، که خب همه هر نوع فعالیت که اونا میخوان بکنن الان تحت فشارن و نمیذارن. بنابراین من یه خواهش دارم از تمام ایرانیانی که در خارج از کشور هستن، چه سلطنت طلب، چه جمهوری خواه، چه نمیدونم چپ، چه چپ مستقل، ما تمام کوش در این یه مورد که میتونیم حداقل با هم تفاهم داشته باشیم، تفاهم ما باید بر سر این مسئله، چون همه این آدمایی که من اسپردم، همه این سازمانایی که اسپردم، تعداد بیشماری از کسانی که باهاشون طرفدارشون بودن، سمپاتشون بودن، عضوشون بودن، به وسیله این رژیم یا کشته شدن یا فراری شدن یا در گوشه‌های زندان هستن. ما در این یه مورد باید همه با هم توافق داشتیم، تمام نیرو و توان اونو بذاریم به این غربی‌ها بفهمونیم که آقا مشکل ما، ممکنه مشکل شما یکیش مسئله اتمی باشه، مشکل ما فقط اتم نیست، مشکل ما در درجه اول این وضعی است که در کشورمون حاکمه، در میهن ما حاکمه. یک عده دزد جانی، یه عده عرازل اوباش به قول دختر آقای رفسنجانی. میدونید که امروز آقای محسنی اژه‌ای مژده داده که این خانم فائزه هاشمی رو ما میبریمش به زودی زندان. جرم ایشون میدونید چیه؟ که رفت توی شهرره در نمیدونم یه مراسم ختمی، یه مردکی به اسم تاجیک، یه لات عرازل اومد شروع کرد فحاشی کردن و این خانم گفتش آقا حکومت افتاده دست عرازل اوباش، چیزی که ما 32 ساله میگیم، از زمان پدر خود ایشون هم میگیم که پدرش هم جزشون بود، حالا ایشون تازه دوزاریش افتاده. بنابراین دکتر دانش آدم تعجب نمیکنه واقعا، واقعا هم تعجب آور نیست. به نظر من باید یک بار دیگه ببینیم آقای فرجی، ما همیشه در بحثایی که با هم میکنیم درباره اوضاع منطقه صحبت میکنیم و باید گفت سیاستی که در لیبی پیاده شد و اینکه باعث این شد که در واقع افرادی قدرت رو به دست بگیرن که رادیکال های اسلامی هستن، شاخه های القاعده سابق بودن و امروز در واقع لیبی را به جهنمی تبدیل کردن. ببینید در آخرین گزارشی که سازمان عفو بین‌المللی میده، سازمان عفو بین‌المللی در آخرین گزارشش در مقدمش چنین میگه که مردم لیبی از کرده خودشون پشیمونن،
در واقع دوباره قذافی رو میخواد. همین چیزی که در عراق داره تو. یعنی در واقع باید به کشورهای غربی، ناتو و آمریکا و دیگران هشدار داد. ملت ایران و مردم ایران خواهان آزادی و نهادین کردن دموکراسی هستند. در واقع اون شرایطی که در لیبی به وجود آمده، فردا شاید در سوریه چنین شرایطی به وجود بیاد. در واقع وهابیون و سلفی‌ها در سوریه قدرتمند هستند و مورد حمایت کشورهای عربستان سعودی و قطرن و ممکن این شرایط به وجود بیاد. در مصر امروز اخوان المسلمین و سلفی‌ها در واقع علنا و واقعا قدرت رو در دست دارن و در تونس هم داره یک چنین بازی پیش میاد. ایران نمیتونه اینا بپذیره. یعنی باید ایران مستثنا باشه. البته من خواهان این بودم که در همه این کشورها آزادی و دموکراسی به وجود بیاد، ولی باید اشاره بکنیم با تمام قوا و امکاناتی که داریم باید به کشورهای غربی، آمریکا و ناتو در واقع و اتحادیه اروپا باید بگیم که ما خواهان آزادی هستیم. برای ما آزادی و دموکراسی در ایران اهمیت اساسی داره. مسئله اتمی و پرونده اتمی ایران در مرحله دوم قرار داره. کاملا سپاسگزارم دکتر دانش عزیز. خب همینان گرامی، به همین جان برنامه من به پایان رسید. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه فردا که در ساعت 11:30 به وقت لس آنجلس خواهد بود، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.